نام خدا سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز و گرامی امیدوارم که جانتان جور و سهدمند باشید شاگردای عزیز به مضمون ریاضی بسیار زیاد خوش آمدید خب شاگردای عزیز و گرامی ما و شما مضمون ریاضی سن هفتم ما با همدیگه هم, هم درست است؟ فصل چندم هستیم فصل ششم خطوط موازی و عمود درست است درس چندم میشه امروز درس ما و شما درس دوم میشه امروز خب شاگرده عزیز ما و شما امروز چی رو میخوانیم؟ زاویه های متبادله داخلی و زاویه های متبادله خارجی یه رو با هم دیگه میخوانیم و چی است؟ وقتی میگیم زاویه،, زاویه یک با زاویه دو با عنوان مثال متبادله داخلی و خارجی معنایش چی است؟ گیر باید سرتخته برای تشریح میکنم سعیست؟ خب قبل که بریم درس شروع کنیم شاگردای عزیز کارخانگی درس گذشته رو باید با ما روان میکردید از طریق چی؟ از طریق واتساب نمبرش هم چند است؟ 20964 درست شاگرد عزیز اگر کدام سوال یا کدام مشکل در حل کارخانگی دارید کدام پیشنهاد دارید کدام انتقاد دارید میتونید با ما شریک بسازید از طریق چی از طریق همین نمبری که به شما مخاندم سعید شاگرد عزیز خب شاگرد عزیز میریم سر تخته و زاویه های متبادل داخلی و زاویه های خارجی را با همدیگه دیگه پس میریم سر تخته خب شاگرد عزیز و گرامی درس امروز ما و شما چی است زاویه های داخلی و خارجی چی هست همین زاویه متقابل داره ما قبلی که بگم چی هست ما اول یک یاداوری میکنم از زاویه های متقابل به اگر یادتان باشد در درس های گذشته گفتیم اگر ما و شما چی داشته باشیم شاگرد عزیز دو خط مستقیم داشته باشیم دو خط مستقیم داشته باشیم سیفت به با عنوان مثال خط ال 1 و خط ال 2 و هر دو هم را بسازه قط کنه یک نقطه هم چی میکنه قد میکنه یک نقطه چی دارد؟ نقطه تقاطع دارد گفتیم که چهار زاویه تشکیل میشه که دقیقا زاویه یک، زاویه دو، زاویه سه و زاویه چهار سه است. که زاویه یک با زاویه دو مساوی است و به چه خاطر برای که نامش گرفتیم چی؟ زاویه های متقابل برس و زاویه سه با زاویه چهار متقابل برس است و چی میشه؟ مساوی میشه پس زاویه یک مساوی است با زاویه دو و زاویه سه مساوی است با زاویه 4 به یا گفتیم زاوی های چی؟ زاوی های متقابل در رأس پس دقت کنید زاویه های متقابل بر رأس سیست؟ و این هم در ثبوت های استفاده میکنیم اگر یادتان باشد در چی؟ در او ثبوت میکردیم که چی دو تا مسلس ما و شما چی باشد؟ چی انتباق پذیر باشد؟ از یاد استفاده میکردیم سعی است؟ یادتان هست نه؟ پس دعای متقابل برس هم میفاهمیم چی است درس گذشته ما و شما چی خواندیم؟ درس گذشته خطوط موازی رو خواندیم گفتیم اگر دو خط موازی ما و شما داشته باشیم سعی دو خط ما و شما چی باشد؟ عزیز؟ دو خط موازی باشد. یعنی چی موازی؟ یعنی هیچوقت همدیگر هم قط نمیکنن یعنی خط میفهمید تا لای امتداد دارد دیگه از او برم تا لای این ای برم تا منفی لای تنای ادامه دارد خب شاگرد عزیز پس دو خط ما و شما هیچوقت همدیگر نمیکنه اگر یک خط که با یا موازی نباشد نام از ما بگیریم ال1 و نام از خط باشد ال2 و این خط هم نامش باشد خط دی خط دی ما و شما با خط ال و ال2 موازی نیست دقت کنید خود ال و ال2 موازی است موازی در شک به در شک به نشان دقت کنید دو تا به شک میکشیم و یه میفهمیم که ال1 ال2 چی است موازی است در کتاب ما, با با ما و شما با شکل است. دو خط ما سمبولار با شما یعنی بانه میشه چی دو خط موازی یعنی ال1 ما ال موازی است با ال2 در درس گذشته خوانده با سمبول نشان میدادیم درست است خب شاگردای عزیز اگر خط دی ما و شما بیای خط یک والدورا قط بسازه زاویه ها چند زاویه جور میشه بگین آفرین چند تا میشه یک زاویه اینجا جور میشه زاویه یک صحیح است این زاویه دو این زاویه سه این زاویه چهار خب چهار تا هم دای پایین جور میشه درست است این زاویه میشه چند پنج این زاویه شش اینش میشه هفت و اینش میشه چی هشت پس هشت زاویه چی میشه جور میشه پس دقت کنید اگر دو خط موازی ما و شما داشته باشیم خط ال1 و ال2 خط دی که موازی با یا نباشد با خیلی کتابای خط دی رو نوشتم خط قاطع یا خط مورب هم نوشته میکنه صحیح خط مورب معنای شخص یعنی که با ال1 و ال2 موازی نیست کج از نظر به اینا یا قد میکنه خب اگر دو خط موازی ما و شما داشته باشیم یا خط مورب یعنی خطی که با یا موازی نباشد بیا دو خط بسازه خب چند زاویه جور میشه شاگرد عزیز؟ اشت زاویه جور میشه فیس زاویه یک، دو، سه، 4 زاویه 5 شش، 7 8 خب دقت کنید این هر چهار زاویه بالا یک دو سه چهار دقیقا مشابه زاویه است متقابل بر زاویه یک خودش با دو مساوی است زاویه سه هم با چهار مساوی است ده پایان هم به این شکل است سیست 5 با شش مساوی است و 7 هم با مساوی است چرا چون زاویه های متقابل گفتیم دیگه قبلا خب اما درس امروز ما با شما چی است ما زاویه یک با زاویه پنج مساوی است و نامشان چی است به نام زاویه های متبادله داخلی دقت کن زاویه یک با زاویه پنج مساوی میشه این ثبوت میکنیم ثبوت چه میکنیم انجام میتونه صحیح پس زاویه یک با زاویه پنج یا رو میگیم چی زاویه های متبادله داخلی و زاویه سه با زاویه 8 مساوی میشه و یارم میگیم زاویه های متبادله داخلی هم داخلی است دقت کنید یعنی دو زاویه و این دو زاویه چی داخل هستند نظر به یعنی دو خط داخل دو خط میشه پس به خاطر میشه زاویه های داخلی و زاویه خارجی کجاست متبادل خارجی دو میشه با 6 میشه صحیح و چهارم با هفت میشه پس یه دو, دو با شش میشه زاویه متبادل خارجی افت با چار هم چی میشه؟ متبادله خارجی میشه دقت کن شاگرد عزیز پس متبادله متبادله داخلی چی هست؟ یک با پنج سه با هشت. سه؟ پس دقت کنید ما شما چی میگیم؟ میگیم که یک با دو موازی باشد و دی ما و شما مورب باشد و دی خط دی مورب مورب معنای چی هست؟ مورب یعنی که کج باشه نظر به یار خط بسازه خب نتیجه میگیریم دقت کنید کدام زاویه با هم برام مساوی میشه زاویه یک با پنج مساوی میشه زاویه یک مساوی است با زاویه پنج صحیح است نامش گفتیم چی است داخلی متبادله داخلی دیگر کدام زاویه مساوی میشه زاویه سه با زاویه هشت مساوی میشه زاویه سه ما و شما مساوی سه با زاویه 8شت و این هم چی است متبادله داخلی سهست. خوب متبادل خارجی را بگید دو با شش میشه زاوی دوی ما و شما مسایسته با زاوی شش متبادله خارجی سه است و دو تا دیگه چی خارجی داریم دیگه چی است؟ شاگرده از بگید شما خودتان زاوی چار با زاوی هفت درست است میشه چی متبادله خارجی چار با هفت دو و شش که گفتیم چار و هفت مانده سیست است پس زاوی چار مساوی است با زاویه هفت فیس این هم چی است متبادله خارجی پس شاگرده عزیز درس امروز ما و شما چی بود زاویه های متبادل داخلی و خارجی زاویه متقابل و گفتیم قبلا خواندیم دیگه نه فقط یادآوری کنم براتون که زاویه یک با دو مساویش دهی شکل زاویه یک با دو زاویه سه با چهار یار گفتیم چی یک و دو رو میگیم چی متقابل بر سه و چهارم چی میگیم میگیم متقابل بر یک با دو مساوی سه با چهار این رو خب قبلا خواندیم اما درس امروز ما و شما زاویه های متبادل داخلی و خارجی چی است گفتیم اگر دو خط موازی داشته باشیم دی یک ال یک با ال دو ما و شما چی هست موازیه و خط دی که یا را مورب باشد یعنی چی یعنی کج باشه نظری نظر به دو و یارا را قد بسازه شاگرد عزیز میتونه آیا ممکنه سوال به پیش بی آید که ما و شما دو خط موازی داشته باشیم خط دی ما و شما یک تاش رو خط کنم میگیم نه خیر خط امتداد داره تا لایتناهی سیست ما دی را اگر ادامه بتون امتداد بدیم دقیقاً این را قد میکنه پس اگر یک تا خط کنه دیگر هم 100 درصد قد میکنه صحیح پس ممکن در کتاب موشن به شکل یک تا رو بکشه در, در کارخانگی اول ولی شو باید بره خود چی کنه؟ ادامه بده امتداد بده که هر دو خط قد بسازه خب گفتیم اگر خط دی ما و شما بیایه چی کنه خط ال ویلدورا و قد بسازه دی مورا باشه ال1 و ال2 رو قد بسازه 8 زاویه جور میشه زاویه 1 2 3 4 5 6 7 8 صحیح خب زاویه یک و دو که چی است اینا متقابل برعکس هستند که درس گذشته ما و شما قبلا خوانده گفتیم مساوی است سه و چار هم چند؟ متقابل برعکس ده اینجا پنج و شش متقابل برعکس است و هفت و 8 متقابل برعکس است اما زاویه یک با زاویه 5 چی نامش چی است متوادله داخلی و یردو با هم مساوی هم هستند حالا چرا مساوی ثبوت میکنیم اینا ثبوت میکنیم و زاویه 8 با زاویه 3 متوادله داخلی خارجی نیست دقت کن داخل است و خارجی ها کدام میشه خارجی میشه 2 با 6 و 4 هم با 7 سه است پس زاوی های داخلی و خارجی را فهمیدیم چی است ما تختر پاک میکنیم شاگرد عزیز و ثبوت میکنیم که چرا زاوی یک با زاویه پنج مساوی میشه زاوی سه با زاویه هشت مساوی میشه صحیح دیگه ثبوت میکنیم و بعد از چی میکنیم از یا استفاده میکنیم در سوال ها پس ما تختر پاک میکنم و ثبوت میکنیم که زاوی یک با زاویه پنج مساوی است درست است شاگرد عزیز خب شاگرده عزیز و گرامی پس ما و شما چی نوشته کردیم زاویه های متبادله داخلی و خارجی صحیف؟ پس زاویه های متبادله داخلی و خارجی خب یارو میخوام میخواییم چی کنیم شاگرده ثبوت کنیم که دیدیم که ما و شما اگر گفتیم دو خط چی داشته باشیم؟ موازی داشته باشیم یک خط مورب بیای یارو چی کنه؟ خط بسازه است؟ گفتیم یعنی زاویه یک است دو سه چار پنج سیست شش افت اشت اینی رو گفتیم پنج گرفتیم زاویه ها دیگاش نوشته نمی کنم. چون فقط میخوایم یک اول یک با پنج ثبوت کنیم با چی هست مساویسته و از دیگاش ثبوت میکنیم. زاویه یک با زاویه پنج چی بود؟ زاویه یک با زاویه پنج گفتیم متبادله داخلی است و گفتیم که با هم هم مساوی است حالا هم میکنیم؟ پس ثبوت بهش یک ثبوت میکنیم چقدر دقیق دقت کنید من میگم که خط دی و دی دوی ما و شما چی هست؟ با هم موازی است پس یعنی علامه باید برش بالای زی چی بکنیم؟ بکشم, که بفهمیم خط دی با دیدو موازی است حال ال یک بود ال دو فرق نمیکنه ال ال دو صحیح و این خط هم نامش چی بود خط دی بود خب شاگرد عزیز دقت کنید ما میخوایم ثبوت کنیم زاویه یک با زاویه 5 مساوی است نامیشم چی بود متبادله داخلی چرا خم ثبوت میکنیم میگیم که یک نقطه بالای خط دی در نظر میگیریم سیس فرق نمیکنه که نقطه ما و شما اینجا باشد دی پایینتر باشد دی وسط باشد فرق نمیکنه هر جا باشه دلیل باشه فرقی نمیکنه ما یک نقطه دی میگیریم خب از این نقطه دی یک چی یک خط رس میکنه به خط ال1 و ال2 یک قطه خط که چی باشد زاویش 90 درجه باشه یعنی عمود میسازیم از همین نقطه نام نامش چی میگیریم نقطه مثلا او میگیریم صحیح است نقطه او را روی خط دی بین ال1 و ال2 در نظر میگیریم از نقطه ای قطع خط حال نامش رو بگیریم مثلا پی کیو صحیح است پی کیو را به چی به خط ال1 و ال2 عمود میسازیم یعنی به شک مستقیم رسم میکنیم که زاویه چند درجه شوه زاویه ها 90 درجه شوه صحیح است بون میره نامش یک است از زاویه ما و شما یک بود نامش سیست یعنی هم پنج است که پنج رو برتر نوشته کنم که جای شوه یعنی هم چی شاگرد عزیز زاویه پنج خب خط خط نامش چی گرفتم اینو گفتم پی یام کیو اساس یام چی از زاویه 90 درجه است وقتی عمود می حسابیم یعنی زاویه 90 درجه است دقت کنید این نقطه دل خالص تو دهی بالا میتونی بگیری دهی پایانه میتونه بگیره فرقی نمیکنه خب پسبوت شاگرد عزیز دقت کنید میگیم که نقطه او را روی خط دی در نظر می گیریم خب حالا چی می کنیم؟ می گیم از نقطه او فیست یا می گیم قطع خط پی کیو را طوری رسم می کنیم که از نقطه او بگذرد و بر خط الیف عمود باشد پس قطع خط یا پار خط فرق نداره قطع خط پی کیو را تاور رف میکنیم تاور رفت میکنیم که از نقطه او بگذارد و چی و بر ال و الدو دو باشد عمود باشد ال و ال دو عمود باشد صحیح است چقدر عزیز پس من نقطه او را خودم در روی خط دیف گفتم فرق نمیکنه ما دهی وسط گرفتیم شما دهی بالا و پایین میگیرید هیچ فرقی نمیکنه دهی ثبوت مشکل نیست نو خط رو در نظر میگیریم و قطع خط خط پی کیو رو از همین میکنیم و بر ال یک عمود است این رو خو خواندم قبلا دیگه گفتیم اگر خط یک خط با خط ال عمود باشد بر ال دوم 100 درصد چی میشه عمود میشه درس گذشته دیگه گفتیم دو خط موازی باشد یا خط به یا عمود شود و هر عمود میشه صحیح خب اینو فهمیدیم حال شاگرد عزیز دقت کنید پس تا اینجا خوب فهمیدیم آل د مثلث بون من اینم نامش بگیرم د مثلثا یعنی باشد چی مثلا باشد یعنی او است من پی است یعنی نقطه رو من نامش میگیرم ا یعنی نقطه رو من نامش میگیرم بی که زاویه بی ما و اون پنج زاویه ای ما و شما هم یک است دیگه نه خب ما به شک میگیم شاگرد عزیز دقت کنید یک 90 باشه برایش 90 است دیگه خب میفهمید دیگه میتونید ببرم بکشم فرق نمیکنه آلی میگیم شاگرد عزیز دقت کنید چی میگم میگم که زاویه Q با زاویه P مساوی است چرا چون اردوش 90 درجه است پس زاویه P مساوی است با زاویه Q چرا چون اردوش 90 درجه است صحیح است خب 90 درجه کشیدیم دیگه زاویه O1 هم با زاویه O2 چی میشه مساوی میشه چرا آفرین یک گفتن چرا دلیل چی است چرا چون متقابل برعکس هستند پس زاویه O1 ما و شما مساوی است با زاویه O2 دلیل چی است چون متقابل برعکس هستند متقابل به رأس خب شاگرد عزیز عالی از یردو ما و شما میتونیم نتیجه بگیریم ما دقت کنید ما نمیخوایم ثبوت کنیم دو تا مثلث و انطباق پذیر است ما این ثبوت نمیکنه فقط زاویه اش ما کار دارم. زاویه پی با زاویه کیو مساوی میشه چرا چون 90 درجه است او زاویه او یک با زاویه او دو این با نام میشه باشد او یک با باشد او دو زاویه او یک با زاویه او دو مساوی است چرا چون متقابل بر اساس است پس 100 درصد میتون نتیجه بگیریم زاویه ای یا مو زاویه یک ما شما با زاویه پنج میشه مساوی میشه چرا چون دقت کنید چگرده عزیز مجموع زاوی های داخلی هر مسلف چند درجه است؟ 180 درجه وقتی که او, او, یک با دو مساوی باشد پی هم با کیو مساوی باشد 100 فیصد یک با ای زاوی. یا یک شما یا امو ای با زاویه بی یا امو زاویه پنج ماه شما چی میشه؟ مساوی میشه صد فیصد چون هر دو مساوی است یا ایر ما در دو مسلس اگر دو زاویه مساوی باشه زاویه هم باید صد, صد مساوی باشه چون جمعی باید شود پس نتیجه زاوی. یک موشمه مساویس مسایس با زاویه 5 پس هم ثبوت پس ما چون اگر دو خط موازی داشته باشیم یا خط مورب بیاید خط بسازه زاویه یک با زاویه 5 میشه مساوی میشه که به یا گفتیم ما چی است؟ یاد نشد زاویه های متواادله داخلی صحیح خب شاگرده عزیز پس ما تا نس ثبوت کنیم که زاویه های متواادله داخلی با همدیگه مساوی است. حالا متوا داخلی رو گفتیم دیگه نه شاگرد عزیز دقت کنید من ده اینجا میکشم یک نکته این دو خط موازی ما و شما باشد یا خط مورب بیاید خط بسازه یک باشد یعنی ال دو باشد هم گفتیم دی باشد این ما ثبوت کردیم زاویه چی زاویه یک با زاویه پنج مساوی استعمال ثبوت کردیم دیگه نه خب حالا اینا چی بود زاویه متبادله داخلی یعنی زاویه ام با یعنی زاویه اینا متبادله داخلی زاوی زاویه چی گرفتیم یک دو سه بود دیگه چهار بود پنج شش افت اینی اشت بود سه زاویه سه با زاویه 8 مساوی است یه رقم ثبوت میکنه این هم بسیار آسان است دقت کنید این زاویه یک است دیگه یک دو سه چار پنج شش هفت هشت سه است میگم زاویه یک شاگرد عزیز با زاوی سه چند درجه میشه؟ یک سد و اشتاد درجه زاوی 5 با زاویه 8 چند میشه؟ یا هم یک سد اشتاد چرا؟ چون یک خط مستقیم میشه. زاویه یک با زاویه 3 دقت کنید یک خط چی میشه؟ یک خط مستقیم میشه. صحیح و زاویه 5 با زاویه 8 یک خط مستقیم میشه 180 خب حالا ما ثبوت کردیم 1 با 5 مساوی است پس نتیجه هم میگیریم 8 هم با 3 مساوی میشه صحیح ای است این ثبوتش آسان سر کار نداریم فقط ثبوت بر ما و شما مهم می بود که زاویه 1 با زاویه 5 مساوی میشه که ما و شما این ثبوت کردیم درست است خب شاگرد عزیز ما تختر پاک میکنیم یک تا مثال از یک کار میکنیم. سوال کارخانگی و سوال امتحانی چه رقم از زاویه درست است پس ما تختره پاک میکنیم و سوال کار میکنیم خب شاگرده عزیز و گرامی یک مثال کار کنید، پس مثال پس من نوشته می کنم. مثال به ما و شما این شکل سوال داده به عنوان دقت کنید دو تا خط موازی به ما و شما داده یردو دو با هم چی هستن موازی هستن خط ال1 و خط ال2 یا خط کجم آمده یا قط کرده، خط مورب نامش رو گرفتیم چی خط دی صحیح با ما و شما گفته دقت کن شاگرد عزیز اینی زاویه ما و شما است با عنوان مثال 40 درجه پس اینی زاویه به ما و شما داده چند درجه اینی زاویه داده 140 درجه گفته شما زاویه های چی دریافت کنید زاویه های اینی نامش باشد زاویه یک اینی دو اینی سه 4 5 شش نامگذاری است دیگه فرق نمیکنه کدام یک بونیم سوال با ما شما به شکل داده گفته زاویه 1 2 3 4 5 6 دریافت کو چند درجه میشه صحیح خب چه رقم صورت میکنیم شاگرد عزیز ال یک با موازی است بله چرا چون در شکل با ما شما خودش نشان داده یعنی اینی رو که به بکشه میشه چی با هم چی موازی است نکشه موازی است یعنی وقتی یار بکشه این دو ما شما موازی است خب دیرم که یار خط زاوی چل زاوی چل درجه که در اینجا نوشته که چل درجه با کدام متبادل داخلی است با زاوی چار آفرین پس چل با زاوی چار ما و شما با چند درجه شد با همین چل درجه شد چرا چون متبادل داخلی استن پس من این یک دو سه چار به میگیم که زاوی یک دو سه چار پنج شش این رو من نامش میگیرم سیست شش میگیرم رو, و رو چی؟ مثال شما خودش داده دیگه خب زاویه هفت ما و شما مساوی با زاویه یک چرا چون زاویه های ببخشید با یک میگم با چار. با زاویه چار مساوی است با زاویه چار مساوی چرا چون زاویه های متبادله داخلی است پس میکنم متبادله داخلی خب چهار ما... ما و شما که خود سوال داده 40 درجه پس چارم باید چند شود باید 40 درجه شود پس نتیجه میگیریم که زاویه چهار ما و شما با چند درجه باشد چهل درجه پس ما تانیستم چهار دریافت کنیم که چند درجه شد چهل درجه شد پس نویشتم میکنم چهار ما و شما مساویست با چهل درجه پس چهار تانیستم دریافت کنیم خب زاویه شاگرد دقت دقت کنید آل زاویه اشت ما و شما یکصد درجه سیست زاویه اشت چی است؟ زاویه متبادله داخلی با کدام است؟ با زاویه یک اصلاف آفرین پس زاویه اشت ما و شما هم زاویه اشت مفاویست با زاویه چند زاویه 8 با زاویه یک مساوی میشه با زاویه یک به نام چی متبادله داخلی خب پس نتیجه بگیریم که 8 به ما و شما خودش داده 140 پس زاویه ما و شما چند نشه 140 درجه پس در نتیجه زاویه یک مساوی است با 140 درجه پس زاویه 4 ما و شما شد چند 40 درجه زاویه 40 بود خودش ما, ما شما داده بود زاویه یک ما و شما مشود 140 درجه چون زاویه 8 140 درجه است خودش با ما و شما داده خود سوال چرا چون یک با اش چی میشه زاویه‌های متواضعه داخلی خب علی دقت کن شاگرد عزیز زاویه دو چند درجه میشه زاویه افت که 40 باشه زاویه دو چی است متقابل بر اساس پس زاویه دو هم 40 درجه میشه پس زاویه دو دقت کنید مساوی است با زاویه چند با زاویه افت دلیل این است میگیم متقابل بر متقابل به رأس پس زاویه دوی ما و شما چند درجه میشه؟ زاویه دوی ما و شما همون چی میشه؟ چل درجه میشه پس زاویه دوی ما و شما چل درجه سیست پس زاویه دو هم شد 40 درجه خب شاگرده عزیز حالی که زاویه دو شد 40 درجه زاویه یک کم چند شده بود؟ زاویه یک هم گفتیم 140 درجه ای هم 140 درجه سیست پس زاویه سه هم چی میشه؟ یک چل 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 چون با زاویه یک متقابل برابر است پس هم است با 40 درجه پس یار کار کلش تا دیدیم دریافت کنیم حالا در اینجا زاویه 4 40 درجه زاویه 6 چند درجه میشه 40 آفرین چرا چون 4 با شش متقابل برعکس هستند پس زاویه 6 هم مساوی میشه با یکصد چل درجه یکصد میگم زاویه 40 درجه چون زاویه چی زاویه ش... چ درجه بود خب زاوی اش یکصد درجه زاوی پنج هم میشه یکصد درجه چون متقابل در هستند پس شاگرد عزیز ما شما تانیسیم دو زاوی با ما و شما و رو میتونیم دریافت کنیم فقط فکرتان باشه زاوی افت که با ما شما چل درجه داده زاوی چهار هم میشه چل چرا چون زاوی افت و چهار چی هستند داخلی هستند درست است شاگرد عزیز پس سوال کارخانگی به ما و شما شکل و میگه زاویه ها رو شما دریافت کنید پس شاگرد عزیز این زاویه متبادل داخلی و خارجی را فامیدیم چه رقم شد درست است خب شاگرد عزیز و گرامی پس ما شما درس امروز ما شما چی شد خلاص شد زاویه متبادل داخلی و خارجی را فامیدیم چه رقم است و کار کردیم دیدیم چه رقم بود دیگه نه خب شاگردای عزیز و گرامی پس زاویه متبادل داخلی و خارجی را خواندیم پس من تیک مارک میکنم پس بون با, با سایه تیک مارک کنیم میره عزیز اما کارخانگی کارخانگی چی است تمرین صفحه 160 کتاب باید حل کنید و با ما روان کنید اگر کدام سوال در حل کارخانگی دارید میتونید از ما پرسان کنید از طریق چی از طریق واتس اپ چی است 20964 780 255 40 درست است شاگرد عزیز خب عزیزان پایان درس دوم از فصل ششم مانده نباشین بخیر باشین وقت خوش خدا